خداوند چقدر عظیم است، در قدرت متعال و در جلال شکوه بالاتر از همه. آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد. روز سخن می راند تا روز و شب معرفت او را اعلام می کند تا شب. وقتی که خدا آسمان ها را آفرید، زمین را نیز خلق کرد و آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او روح حیات دمید. خدای محبت مرد و زن را به صورت خود آفرید تا آنها با او مشارکت و دوستی داشته باشند. پس آنها در آغاز به خدا حرمت و عزت داشتند و در هم آهنگی با او زندگی می کردند. این دوستی ادامه داشت تا اینکه یک روز شیطان هوا را برای خوردن میوه منعش شده وسوسه کرد و او به آدم هم داد، او نیز خورد. به این ترتیب انسان از امر خدا نافرمانی کرد و بر راه خود رفت. در نتیجه این گناه انسان از خدا دور شده و از باغ عدن بیرون رانده شد. اما هنوز هم خدا به انسان محبت داشت و هرگز آرزو نداشت از انسانی که خلق کرده بود جدا شود. اما چطور امکان داشت که در عین زمان خدا هم قدوس و عادل باشد و هم انسان را به خاطر گناهش مورد قضاوت قرار ندهد؟ خدا پلان خود را برای نجات دنیا از قضاوت در کتاب مقدس خود آشکار ساخته است. ابراهیم از اولین کسانی بود که این پلان برایش آشکار شد. ابراهیم شخص راستکار بود و خدا به او وعده برکت داد که اولاده او را به اندازه ریگ دریا و ستارگان آسمان زیاد خواهد کرد. خدا از روی امتحان به ابراهیم گفت که پسر خود را به عنوان قربانی به او تقدیم نماید. ابراهیم به خدا اعتماد داشت و تلاش می‌کرد که از او اطاعت کند. اما وقتی که ابراهیم کارت را بلند کرد تا پسر خود را ذبح نماید، فرشته خداوند مانع او شد. او دید که ابراهیم خدا ترس است و آرزو دارد که از او اطاعت کند. بعدن ابراهیم قچی را دید که شاخهایش در بته گیر مانده است. او قچ را گرفت و به عوض پسرش آن را به خدا قربانی کرد. به این ترتیب خدا به ابراهیم نشان داد تا وقتی که او قربانی کامل و آخرین را به خاطر تاوان گناهان تمام بشریت بفرستد، بره و یا حیوان مشابه می تواند پوشش موقتی گناه گردد. با وجود که گناه انسان را از خدا جدا کرد، قربانی می توانست این رابطه را دوباره برقرار سازد. کتاب مقدس در مورد شخصی صحبت می کند که او خواهد آمد و قربانی کامل و نهایی گناهان بشریت خواهد شد. طوری که قد جای پسر ابراهیم را گرفت
شخصی که خواهد آمد او جای تمام انسانها را خواهد گرفت تا آنها بخشیده شوند. ما این شخص را مسیح می دانیم که می آمد تا دنیا را با خدا برای یک بار و همیشه آشتی دهد. صدها سال پیش از ظهور مسیح، انبیا به تفصیل مطالب زیادی درباره او پیشگویی کرده بودند. اشعیای نبی پیشگویی کرد که تولد او معجزه آسا خواهد بود. دختر باکره حامل شده پسری خواهد زایید که از لحاظ روحانی امانوئل یعنی خدا با ما نامیده خواهد شد. میکاه نبی خبر داد که مسیح در بیت لحم به دنیا خواهد آمد. همچنان زکریای نبی پیشگویی کرد که مسیح سوار بر کره الاغ داخل اورشلیم خواهد شد و یکی از شاگردانش به نام یهودا به او خیانت خواهد کرد. اشعیای نبی پیشگویی کرد وقتی که مسیح بیاید این کارها را انجام خواهد داد. مسیح خداوند مژده خوش را به مسکینان بشارت خواهد داد، شکست دلان را التیام خواهد بخشید و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا خواهد داد. او اعلان خواهد کرد که وقت آن رسیده است که خداوند مردمش را نجات دهد. پس مسیح کی بود؟ در قرن اول میلادی پیغمبری آمد که عیسی نام داشت. بعضی ها فکر کردند او همان کسی است که انبیا درباره او گفتند. آیا این حقیقت داشت؟ آیا زندگی او به این پیشگویی ها مطابقت می کرد؟ آیا عیسی بالاتر از یک پیغمبر بود؟ بیان داستان عیسی بر شهادت شاهدان عینی استوار است که در کتاب مقدس محفوظ مانده است. اگرچه هیچ هنرمند لیاقت آن را ندارد که نقش عیسی را بازی کند، اما به خاطر درک بهتر ما از زندگی عیسی این کار انجام شده است. دوست عزیز، من وقایعی را که بین ما رخ داده به ترتیب به شما می نویسم تا شما اصل حقایق را درباره همه چیز دانسته و از آن آگاه باشید. وقت قیصر اوگوستوس امپراتور روم و ایرودیس کبیر پادشاه یهودی بود، خداوند جبریل فرشته را فرستاد تا یک دختر باکره را در شهر ناصره ببیند. نام این دختر مریم بود. نترس مریم، خداوند به تو لطف فرموده است. تو حامله خواهی شد و پسری به دنیا می آوری که نام او را عیسی خواهی گذاشت. چطور ممکن است؟ من دختر هستم. روح القدس بر تو خواهد آمد، به این سبب طفل مقدس به نام پسر خداوند متعال یاد خواهد شد که پادشاهی‌اش را پایان نخواهد بود. بعدن مریم به یک شهر یهودی رفت تا خویشاوند خود الیزابت را ببیند که او نیز معجزه آسا حامله بود. الیزابت، مریم جان، از همه زنان تو مبارک هستی و طفل تو مبارک است. سلامت که شنیدم طفل در رحم ما از خوشی شور خورد. جانم خدا را می ستاید، روحم از ناجی من خدا خوشی می کند. از این پس همه مردم مرا خوشبخت خواهند خوان. مردم ناصره، بدانید که به امر قیصر اوگوستوس در منطقه جلیل و یهودیه نفوس شماری انجام می شود. تمام ذکور در محل تولد آباییشان باید ثبت نام کنند.
مریم با نامزدش ایسوف برای ثبت نام به بیت الحم رفتن. در آنجا برای استراحت جایی نیافتند، صرف یک طویله خالی را پیدا کردند. یک تعداد چوپانان در آنجا شبانه رمه ها را نگاه می کردند. در این وقت فرشته خداوند به مقابل چوپانان ظاهر شده، روشنی بزرگ اطرافشان را فرا گرفت. امروز در شهر داود نجات دهنده شما تولد شد که مسیح خداوند است. آنان رفتند تا طفل نوزاد را ببینند و اولین کسانی بودند که مژده ولادت نجات دهنده را پخش کردند. بعد از جگفتن گام ختنه طفل، نام او را عیسی گذاشتند. یوسف و مریم کودک را به شهر بردند تا او را به خداوند تقدیم کنند. در خانه خدا آدم خوب و پریزگار به نام شمعون بود که طبق وعده روح القدس باید در زندگی خود مسیح را میدید. خداوندا، طبق وعده که کردی بندت را به سلامت رخصت بده. چشمان نجات تو را دید، این طفل خواست خداست. خدا برکت بدهد. وقتی وظایف خود را مطابق شریعت موسی انجام دادند، از اورشلیم به ناصره برگشتند. در 12 سالگی عیسی را در عید به اورشلیم بردند. هنگام بازگشت آنان فکر کردند که عیسی با ایشان است، اما او در اورشلیم مانده بود. آنان به جستجوی او به شهر برگشتند. روز سوم وی را در خانه خدا در میان معلمان شریعت یافتند. اوهوی بچه کیست که تو سوال میکنه؟ از ناصره است. فکر کردیم همراه ما رفته. کنجکاویش ببخشین. اما از گپا ایسا ایران بودند. بچه چرا تو کردی؟ ما و پدرت دیافتن تو بسیار سرگردان شدیم. شما چرا پشتم میگشتین؟ نفهمیدین که باید نپشت کار پدرم بگردم؟ عیسی با آنا بازگشت و مورد پسند خدا و مردم بود. او در حکمت و قامت رشد کرد.